سلام به تفسیر خبر امشب خوش آمدید. پیش از شروع برنامه باید اشاره کنم که متاسفانه این هفته به دلیل مشکلی که برای آقای دکتر آموزگار پیش اومده بود نتونستن تو برنامه ما شرکت کنن، اما از هفته آینده مطمئنا در خدمت ایشون هستیم. امروز به روال جمعه های هفته های گذشته در خدمت آقای دکتر مهرداد خونساری دبیرکل موج سبز هستیم تا به محل معضلات و مشکلات و تحولات منطقه بپردازیم. آقای خونساری خیلی خوش آمدید. آقای خونساری، در هفته گذشته درگیری های مصر به یک سطح دیگه ای رسید. تا امروز حدوداً 5 کشته، نزدیک به 650 زخمی و 80 بازداشتی گزارش شده. مخالفان دولت مرسی با سرکردگی امر موسی و البرادعی جلسه ای تشکیل دادن و در مورد مشکلات صحبت کردند و بالاخره مرسی به این درجه رسید و قبول کرد که فردا جلسه رو با مخالفان برگزار کنه تا در مورد پیشنویس قانون اساسی که طرح شده و حکم جدیدی که صادر کرده با اونها مذاکره کنه. شما تحولات مصر رو تا اینجا به چه شکل تحلیل میکنید؟ خب به نظر من این نشون میده که اوضاع مصر یک وضعیت خاصی رو داره که برخلاف اون تصوری که شاید خیلی ها داشتن که این اسلامگرایان آمدن و صحنه رو احاطه کردند و دارن نفوذ خودشون رو گسترش میدن و به زودی همه چیز رو در دست میگیرن و اون شایعاتی که در ارتباط با بهار عربی بود که تبدیل به یک زمستان عربی احتمالاً بشه و اینکه رادیکالیسم به جای اینکه در منطقه کمتر بشه و حرکت به سوی جامعه مدنی و دموکراسی باشه، حرکت برعکس به سوی مثلا بنیادگرایی اسلامی و اینجور چیزا باشه، خب این نشون میده که در جامعه مصر مسائل حل شده نیستن و اینی که مردم به هر حال میشه گفت حداقل 50% مردم که در انتخابات به مرسی رأی ندادند این آمادگی رو ندارند تا شرایطی رو که اخوان المسلمین و مرسی میخوان روی جامعه مصر دیکته بکنن اونها رو بدون چونه چرا بپذیرن. مسئله مهم این هستش که مرسی هم دارای اون ابزار و آلاتی که بتونه نظرات خودش رو با قاطعیت تو اون جامعه به اصطلاح به اثبات برسونه یا دیکته بکنه اون رو هم نداره، چون مثلا در همین ظرف چند روز گذشته موقعی که مردم به سمت کاخ ریاست جمهوری هجوم آوردن، کی باید دفاع میکرد از کاخ ریاست جمهوری؟ کی باید میومد جلوی به اصطلاح میشه گفتین هجوم مردمی که معترض بودن رو در مقابلش ایستادگی میکرد؟ نهایتا ارتش بود. خب ارتش یک نهاد مستقلی است که 60 سال در مصر حکومت کرده و الان چند ماهه که از گرداندن مستقیم کشور کنار رفته، ولی جا و مقام و منزلت خودش رو کماکان داره و این نیروهای تازه که امروز در مصر حاکمن نتونستن که به اصطلاح فرماندهی ارتش رو طوری تغییر بدن که دقیقا برابر با خواسته های اونا عمل بکنه. یا مثلا میبینیم که آقای اوباما تلفنی با مرسی تماس میگیره و به او به نوعی هشدار میده که شما باید با مخالفین به اصطلاح دیالوگ داشته باشید و نمیتونید نظراتی رو که در جامعه مخالف اون نظراتی است که شما دیکته کردید رو نادیده بگیرید. خب این یک اهرمه، این اهرم در مصر وجود داره، یعنی سیاست خارجی، حالا بگیم آمریکا، اروپا، کسانی که از نظر اقتصادی مقادیر زیادی از بودجه سالیانه مصر رو تأمین میکنن، خب اینها دارای یک سلسله آتوهایی هستند که میتونن بازی بکنن. حالا شما این صحنه رو بگیرید با ایران مقایسه بکنید بعد از به اصطلاح پیروزی انقلاب اسلامی، ارتش که از بین رفته بود، یک نیروی به نام سپاه و کمیته ها و اینها که مسلح بودن و در اصل خیابان ها در دست اینها بود،
اینها تو صحنه به نفع حاکمیت حضور داشتند. سیاست خارجی تقریبا نفوذش قطع شده بود. آمریکا بعد از اشغال سفارتشون به خصوص دیگه هیچ اهرمی نداشت. اروپایی ها همینطور. یک شرایطی در ایران بود که آیت الله خمینی در اون زمان تونست از اون قدرتی که اون رو روی کار آورده بود، و اگر هم در نظر بگیریم در اون تاریخ اکثریت قاطع مردم به هر حال موافق انقلاب بودن. اینکه مردم پشیمون شدن فقط بعد از لمس کردن اون چی که آیت الله خمینی و طرفدارانش برای ملت ما به هر حال با سیاست‌های خودشون به وجود آوردن و وضعیتی که اونها به بار آوردن باعث شد که مردم تدریجاً فاصله بگیرن. ولی در اون ابتدا یک اکثریت قاطعی بود. این اکثریت قاطع در مصر هیچ وقت نبوده. شما یه اشاره میکنید به جامعه مدنی در مصر و شبکه‌های مردمی که وجود داره. اخوان المسلمین یه شبکه قوی رو داشت که تونست با استفاده از همین شبکه هم انتخابات رو پیروز بشه. اما اگر به این شبکه ها نگاه بکنیم، یک میانه‌ای بین شبکه نیروهای اسلامگرا و شبکه نیروهای لیبرال بودش و اون رو بعضن البرادعی مدیریت میکرد. این که البرادعی امروز در مقابل مرسی و در کنار امر موسی قرار میگیره و جبهه مخالفان رو تقویت میکنه در مقابل مرسی، این شاید بشه یک تحول دیگه ای رو در مصر و در جبهه مخالفان به وجود بیاره. این جابجایی و نزدیکی البرادعی به مخالفان رو چگونه ارزیابی میکنی؟ خب به نظر من این یه پیشرفت خیلی خوبیه، چون البرادعی به هر حال یک فردی است که یک شخصیت بین‌المللی بوده. این رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده، برنده جایزه نوبل بوده و خب دارای یک پرستیژ خاصی است. مخالفت او با دولت مبارک او را تبدیل به یک اهرمی کرد که به هر حال از نظر تبلیغاتی حرفش یک برد خاصی رو در اون زمان داشت و میشه گفت که شرایط رو تا حدود بسیار زیادی برای دولت مبارک مشکل کرده بود و به گرفتاری های اون به میزان خیلی خیلی زیادی اضافه کرده بود. در اون زمان البرادعی به نوعی خودش رو با اخوان المسلمین و این نیروهای اسلامی که در مصر جریان داشتن بیشتر نزدیک کرد تا با نیروهای میشه گفت سکولار یا دانشجویان و اون جوانانی که میشه گفتش که بانی و آتشبیار اولیه جنبش آزادی خواهی علیه مبارک بودن. چون اخوان المسلمین باید فراموش نشه که هیچ وقت در ابتدای مخالفت با مبارک اونها اصلا تو صحنه نبودن. اونها موقعی وارد صحنه شدن که دیدن که مبارک وضعش خرابه و رفتنیه. یعنی فرصت طلبی اخوان المسلمین رو مردم عادی مصر هیچ وقت فراموش نکردن و به همین لازم هستش که امروز خیلی ها مدعیان که این انقلاب توسط نیروهای دیگری در جامعه مصر شد، همون نیروهایی که به هر حال میشه گفت وارث اون جامعه مدنی و اون سیستم لیبرال دموکراتی است که در مصر به عناوین مختلف به هر حال مردم باهاش در ارتباط بودن. چون مصر یه مملکتی است که دارای یک تاریخ سیاسی نسبتاً قدیمی است در خاورمیانه، تاریخ سیاسی مدرن منظورمه. اینها با دموکراسی، با آزادی خواهی، با جامعه مدنی ارتباط زیاد داشتن، مثل مملکت ما که درش 110 سال پیش میشه گفت که انقلاب برای مشروطیت صورت گرفت. اینیست که ولی البرادعی این که امروز با توجه به این رویدادهای اخیر، با توجه به اختیاراتی که مرسی برای خودش اعلام کرد، با توجه به این قانون اساسی که کفه به اصطلاح ترازو رو به نفع اسلامیون میخواد بگردونه و به ضرر لیبرال ها در اون مملکت، خب فاصله گرفته و در مقابل زیاده روی های مرسی ایستادگی کرده و این به نظر من از لحاظ سمبولیک خیلی مهمه. امر موسی به طور مثال هیچ وقت وضعیتش
مشابه با وضعیت آقای البرادعی نبود. من فقط خودم چندین بار با البرادعی ملاقات کردم و باش صحبت کردم. خیلی آدم بسیار بسیار انسان روشن و انسان واقعا جالبیه، چون آدم بی تکبر ساده ایست که خیلی مردمیه، میدونین. و ولی اینکه خودش رو زیادی با اسلامیون نزدیک کرد در مخالفت با مبارک، یک فاصله بین او و نیروهای لیبرال در جامعه مصر به وجود آمد. این حرکت اخیر باعث میشه که اون بیشتر به اون جایگاه طبیعی خودش برگرده و از اون لحاظ میتونه خیلی موثر باشه. یه بخش دیگه هم بهش اشاره کردید که در قانون اساسی جدید کفه ترازو به نفع اسلامیون قوی تر هستش. در بسیاری از روزنامه های مصری در جبهه مخالفین هم دقیقا به ظهور استبداد دینی بعد از دیکتاتوری سابق اشاره شده و حتی گاهن مرسی رو با فرعون مقایسش کردن. چقدر فکر میکنید تجربه انقلاب 57 ایران و ظهور یک دیکتاتوری مذهبی پس از دیکتاتوری شاهی و سلطانی روی این تحولات تأثیر داره؟ خیلی تأثیر داره. تمام دنیا از انقلاب ایران و سرنوشتی که در اثر انقلاب ایران برای ملت ایران به وجود آمده عبرت گرفتن، تردیدی نیست. ما موقعی که وارد شدیم تجربه امروز مصر رو که نداشتیم. به این لحاظ در اجتماع ما و در مملکت ما اشتباهاتی رخ داد به خاطر ناآگاه بودن مردم بر درجه اول، چون تجربیات مشابه رو در جاهای دیگه لمس نکرده بودن. من اشاره کردم شما اگر نگاه بکنید به انقلاب ایران میبینید که بعد از انقلاب ایران اول از همه غربی ها متوجه شدن که باید مواظب حرکات خودشون باشن، یعنی در سست کردن فرض کنیم دیکتاتورهایی که تا یک تاریخ میشه گفت که متحدین اونها محسوب میشدن، شرایطی رو فراهم نیارن که اساس جامعه اصلا بپاشه. مثلا در این کشور، کشورهایی از قبیل مصر رو میشه گفت، کشورهای دیگه منطقه خاورمیانه، خب ارتش داره یه جایگاهیه. اگر شما شرایطی رو ایجاد بکنید که فرماندهی ارتش از بین بره، خب یک نوع بی‌ثباتی تو اون جامعه رخ میده، نیروهای تندرو و افراطی صحنه رو احاطه میکنن و نهایتاً نفوذ غرب و نفوذ نیروهایی که میشه گفت از نظر تینت و از نظر طرز تفکر با غرب نزدیکترن، یعنی نیروهای مترقی و دموکرات، وضعشون مختل میشه. اولین کشوری که بعد از انقلاب ایران این مسئله درش رعایت شد فیلیپین بود. درست موقعی که مارکوس دیکتاتور فیلیپین قرار بود از کار بیفته و خب آمریکا میشه که بزرگترین اهرم در اونجا بود، بزرگترین کوشش آمریکا این بود که ارتش فیلیپین به اصطلاح از بین نره، مزمحل نشه. و اون جنرال فیدل راموس که در اون زمان رئیس ستاد ارتش بود تونست ارتش رو یک پارچه نگه داره. این بود که این تحول رخ داد. مارکوس رفت، خانم آکینو که میشه گفت نقطه مقابل او بود روی کار اومد، ولی دستگاه ها و نهادهای جامعه امنیت مملکت دست نخورد. 4 سال بعد فیدل راموس شد رئیس جمهور فیلیپین و تحول میشه گفت به طور کامل پیش رفت. الان در مصر بعد از تجربه ای که مردم مصر و جهان عرب و دنیا با میشه گفت از سرنوشت مردم ایران و تجربیات انقلاب اسلامی استفاده کردن، میبینیم که به هر حال یک نیروی کنترل کننده برای حفظ امنیت که دارای فرماندهی مستقله و میتونه هر آن وارد صحنه بشه و در اصل تعادل رو میان نیروهای مخالف حفظ بکنه و یا یک نقش تعیین کننده ای رو ایفا بکنه، این وجود داره. آمریکا یا کشورهای اروپایی که کمک مالی به دولت مصر میکنن، اینها دارای اهرم‌های خودشون
کماکان هستند. و از همه مهمتر اینست که مرسی علی رغم اینکه رئیس جمهور شده، علی رغم اینکه یک سلسله اختیارات خودش به خودش داده، در موقعیتی نیست که اون اختیارات رو به مردم بتونه تحمیل بکنه و مردم هیچ کار نتونن بکنن. و این یک تفاوت عمده است که ما با تجربه که در ایران داشتیم، به لحاظ همین تجربه که دنیا از انقلاب ایران پیدا کرد، می‌بینیم که این موانع در مصر وجود ندارن. البته آدم نمیدونه آخرش چی میشه، میدونی، چون بالاخره درگیری ها وجود داره. مرسی گفته من با مخالفین حرف میزنم، ولی میخواد کماکان رفراندومش رو برگزار کنه، میخواد کماکان اون دیدگاه هایی که داره رو به جامعه مصر تحمیل بکنه. مسئله اینه چه میتونه یا نمیتونه. یک عده زیادی دارن ایستادگی میکنن و خب تا به حال خیلی بیشتر از اون چی که همه فکر میکردن در صحنه حضور داشتن. به عنوان سوال آخر در مورد مصر، نقش این مقاومت مردمی رو در روحیه کشورهایی که شامل اون بهار عربی شدن رو چقدر مثبت میدونید؟ خب این خیلی مهمه، برای اینکه نگرانی این بود که شما موقعی که میایید و اون میشه گفتش که اون عواملی که جامعه رو تحت کنترل داشتن رو از مقام خودشون به اصطلاح از جایگاه خودشون ور می‌دارید، یک بلبشویی صورت می‌گیره. در کشورهایی که نهادهای دموکراسی دموکراتیک درش ریشه و پایه نداشتن، حالا مصر که صحبتشو می‌کنیم، تقریبا میشه گفت 100 سال از بقیه کشورهای جامعه عرب جلوتره از این لحاظا. مثلا شما اگه به کشورهای مثلا کشورهای عربی خلیج فارس نگاه بکنید، اونا نه پارلمان داشتن نه انتخابات داشتن، بیشترشون به جز کویت که مثلا یه انتخاباتی برداره، انتخابات سوری، بقیه هیچ وقت دارای این نهادهای دموکراتیک نبودن. حالا کشورهای مثل لیبی که 42 سال زیر سلطه قذافی بود، میدونید، این نگرانی این بود که موقعی که به علت فقدان نهادهای دموکراتیک و جامعه مدنی، تنها نیرویی که متشکله و میتونه مردم رو بسیج بکنه مسجده. و اینست که اسلامیون و اسلامیون تندرو میتونن بیان و در کوتاه مدت صحنه رو احاطه بکنن و بعد از اینکه احاطه کردن، شرایطی رو در اون جامعه به وجود بیارن که هیچ نیروی دموکراتیکی هیچ وقت نتونه سربلند بکنه. درست این شرایطی که در ایران رخ داد، یک انقلاب مردمی تبدیل شد به یک دیکتاتوری مذهبی. حالا بنیادگرایی سنی از دید خیلی ها به مراتب بدتر از بنیادگرایی شیعه است و این خطر متوجه همه بود و نگران کننده بود. و اینکه بهار عربی تبدیل به زمستان عربی بشه، منشأش از این طرز تفکر بود. حالا این اتفاقاتی که در مصر رخ داده، این اتفاقاتی که در سوریه داره رخ میده، که میبینیم که به هر حال نیروهای دموکراتیک دارن سعی میکنن به دنیا بگن که اگر وضع عوض بشه اسلامیون صحنه رو به دست نمیگیرن، این خب یک نوید مثبتی است برای اینی که در اصل جامعه به سمت یک سلسله دیکتاتوری های جدید مذهبی سوق پیدا نکنه. اگر بخوایم همین موضوع رو هم ادامه بدیم، شاید بهتره که یک سفری هم به فلسطین داشته باشیم. خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی حماس، بعد از 45 سال به کشور فلسطینی سفر میکنه و به گفته بسیاری میخواد در جشن تأسیس این حزب شرکت بکنه. اما این سفر شاید یک روندی رو به وجود بیاره که مخصوصا بعد از رأی هفته گذشته یه سازمان ملل ربطی مستقیم داشته باشه به همین روند صلح و آرام شدن منطقه فلسطین و حل منازعه بین فلسطین و اسرائیل. شما این سفر رو چگونه ارزیابی میکنید؟ خب این سفر میشه گفتش که بسیار جنبه سمبولیک داره بدون تردید. اینکه خالد مشعل تونسته از طریق مرز به اصطلاح غزه و مصر وارد فلسطین بشه، وارد این منطقه بشه، احساس امنیت بکنه به لحاظ اون توافق نامه‌ای که چند هفته پیش با اسرائیل
امضا شد که مثلا رهبران فلسطینی طبق اون تعهدنامه مورد سوء قصد جانی قرار نمیگیرن به اون لحاظ، و برای اینکه به دنیا و به جامعه عرب بخواد بگه که اون چه که در غزه در چند هفته پیش رخ داد یک دستاورد و یک پیروزی بزرگی برای حماس و نیروهای مستقر در منطقه غزه بودند، این در اصل میخواد اعتبار حرکت خودش رو به نوعی بزرگ جلوه بده و بتونه در صحنه با توجه به اون کردیتی که هفته پیش محمود عباس از اتفاقاتی که در سازمان ملل رخ داد به نوعی بگه بله ما هم هستیم، ما هم رقم درشتی هستیم، ما هم حضور داریم، و مخصوصا اینکه ما نظراتمون با نظرات اونها یکی نیست. خب این هم خوبه هم بده. خوبیش از نظر خودشون این هستش که به هر حال جنبه تبلیغاتی داره، یک نوع آگراندیسمانه، خودشون رو بزرگ جلوه میدن. جنبه نگاتیوش این هستش که این شکاف میان نیروهای فلسطینی رو بیشتر به اصطلاح به صورت آشکار به نمایش میگذاره، و از همه بدتر این که شرایطی رو فراهم میاره که اسرائیلیا در همکاری برای پیشبرد روند صلح بهانه های تازه‌ای رو بتونن پیدا بکنن. حالا اسرائیل، عکس العمل اسرائیل هفته گذشته بلافاصله بعد از اون اتفاقاتی که در سازمان ملل رخ داد این بود که بگن که ما داریم یک سلسله شرک سازی جدید در به اصطلاح در شرق میشه گفت اورشلیم میخوایم انجام بدیم که برای فلسطینی ها به هیچ وجه قابل قبول نیست، و دیدیم که هم جامعه اروپا، هم دولت آمریکا، هم دبیر کل سازمان ملل اکیدن و شدیدن به اسرائیل در این مورد حمله کردن و گفتن که این روند صلح رو به کلی میتونه مختل بکنه، و اعتراضشون به اسرائیل یک اعتراض جدی و بیسابقه ایه. این عمل کرده به اصطلاح آقای مشعل میتونه تا حدی میشه گفتش که یه بهانه‌های تازه‌ای به اسرائیل بده که بخواد از این فشارهایی که روش گذاشته میره به نحوی تفره بره. به هر حال الان چیزی که در اسرائیل از همه چیز مهمتر هستش انتخاباتیه که اوایل سال آینده میلادی برگزار خواهد شد. نتانیاهو قبل از این موضوع یک سری تغییراتی رو به وجود آورد که این تغییرات به گفته بسیاری تنها برای این بودش که اطمینان خاطر پیدا بکنه برای اینکه مجددا انتخاب میشه. ولی این روند صلح و این سفر آیا میتونه روی اون نتیجه تاثیر مستقیمی داشته باشه؟ ببینید مسائل خاورمیانه یه جوریه که همه چیز رو همه چیز تاثیر داره، و میبینید یک چیز کوچیک میتونه یک اثر فوق‌العاده بزرگی رو در یک مقطع زمان خاصی بگذاره. انتخابات اسرائیل که قراره روز 22 ژانویه برگزار بشه در شرایطی است که نتانیاهو به طور حساب شده برای اینکه بتونه اکثریت شانس رو به خودش و نیروهای متحد به خودش بده سیاستهایی رو اعلام کرده. مثلا این شهرک‌سازی، نتانیاهو به خوبی میدونه که عواقب این روی پروسه صلح چیه، میدونه که برداشتی که فلسطینی ها و جامعه بین المللی از این عمل دارن با دقیقا چه مشکلاتی رو میتونه برای او فراهم بیاره، ولی او به فکر انتخاباته و به فکر این هستش که در مقابل این گستاخی فلسطینی ها چه در غزه در میشه گفت یک ماه پیش و چه در این پیروزی تبلیغاتی که هفته گذشته در سازمان ملل داشتن و در عرصه بین المللی داشتن بتونه یک کارتایی رو بازی بکنه و اون عواملی که میتونن موجب انتخاب مجدد اکثریت که او میخواد در انتخابات پارلمانی اسرائیل بشن اونها رو بسیج کنه. پس
همه این مسائل حساب شده برای چیه؟ برای اون انتخاباتی که قرار صورت بگیره. خب همه میدونن به طور مثال که آقای نتانیاهو دارای رابطه نزدیک یا خوبی با آقای اوباما نبود. همه میدونن که در پروسه انتخابات آمریکا نیروهای نزدیک به دولت اسرائیل در آمریکا نهایت تلاششون رو به نوعی با تایید نتانیاهو برای کمک به انتخاب شدن آقای رامنی کردن. خب الان وضع عوض شده، الان انتخابات اسرائیل در پیشه و آقای اوباما و کسانی که در اصل یک تصویر دیگه رو از اون روندی که باید در اسرائیل در جریان باشه تو ذهنشون دارن، با این فشارهایی که میارن دارن سعی میکنن در اصل یک نوع هشداری به کسانی که باید در انتخابات اسرائیل شرکت کنن بدن که این حرکات نتانیاهو مورد تایید ما نیست، یعنی در اصل یک نوع مداخله غیر مستقیم توی اون جریان انتخاباتی است و این ماجرا ادامه داره. یعنی هر کسی دقیقا میدونه داره چه نقشی رو ایفا میکنه. بدون تردید دولت اوباما ترجیح میده که فرد دیگری جز نتانیاهو و اون طرز تفکر در مصدر قدرت در اسرائیل باشه. نتانیاهو هم این موضوع رو خیلی به خوبی میدونه و طرفدارانش، و اونها تلاششون این هستش که اکثریت خودشون رو توی پارلمان اسرائیل کنست حفظ بکنن و اون نیروهایی که میدونن متحد و معتقد به اون دیدگاه‌هایی که اینا دارن اونها رو بسیج بکنن. جامعه اسرائیل هم یه جامعه میشه گفت کاملا پولاریزه است، مثل مصر، نصف مردم این طرف هستن نصف مردم اون طرف هستن. ولی خب چون یک سیستم دموکراتیک واقعی در چارچوب خودش هست، این است که این انتخابات دارای اهمیت خاصه و تلاش نتانیاهو این هستش که با بسیج کردن کسانی که با خودش هستن و با طرز تفکرش هستن، حالا هر چقدر اینها حرکاتشون در این کوتاه مدت تحریک‌آمیز میتونه باشه، در انتخابات پیروز بشه و بعد اگر قراره بخواد تغییراتی رو بده. این استراتژی است که دنبال میکنه و خب استراتژی نمیشه گفت که سرنوشتش نهایتاً چی میشه. رفتن خالد مشعل، همین حرفایی که محمود عباس از زمانی که به کرانه باختری برگشته، اینها فشارهای فوق‌العاده زیادی رو دولت نتانیاهو است. ولی اینکه دولت نتانیاهو مثلا جنگ رو به غزه نکشون، جنگ زمینی رو، نیروهای اسرائیل رو وارد یک جنگ یا یک جبهه تازه نکرد، این باز به لحاظ ملاحظه همین انتخاباته. چون سابقه این بود که بعد از اینکه رابین رو در سال 1995 کشتن، ترور شد، شیمون پرس که اون موقع نخست وزیر بود یک جنگ گسترده رو در جنوب لبنان آغاز کرد، درست همزمان با انتخابات، به این فکر که اگر در مقابل فلسطینی ها با قاطعیت و با شدت عمل بکنه انتخابات رو میبره. عمل کرده او در اون زمان باعث شد که آقای نتانیاهو در اون زمان برای اولین بار انتخاب بشه. خود نتانیاهو با توجه به اون تجربه علاقمند نیست که شرایطی رو فراهم بیاره که یک محاسباتی که نتیجهش قابل پیشبینی نیست بخواد رخ بده که شانس انتخابات رو برای او و متحدانش در پارلمان اسرائیل کم بکنه. و تمام این بازی فعلا تا روز 22 ژانویه که انتخابات تموم بشن به دور این نوع محاسبات میگرده. به موضوع آقای اوباما و رامنی اشاره کردید. توی اون مباحثات و توی مناظرهایی که انجام میشد نقش ایران بسیار پررنگ بود، نقش ایران اتمی بسیار پررنگ بود و بسیار هم چالش برانگیز شد. میخوام نظر شما رو بدونم که چقدر این ایران در نتیجه انتخابات آینده اسرائیل به نظر شما تأثیر گذاره؟ خب ببینید، موضوع ایران یه موضوعی است که از نظر افکار عمومی به هر حال هیچ جناحی نیستش که خواهان یک نوع برخورد جدی با ایران نباشه. حالا مسئله این هستش که اون برخورد جدی رو آدم چگونه تعریف میکنه. اگر
منظور این باشه که مثلا اسرائیل بیاد و بخواد به تأسیسات اتمی ایران حمله نظامی بکنه، این یه چیزی نیستش که مورد تایید اکثریت شاید احزاب سیاسی باشه. بعضی ها معتقدن که این کار باید صورت بگیره، بعضی ها به همون شدت مخالف این گونه ایستادگی در مقابل ایران هست. ولی اینکه باید ایران رو چالش کرد، اینکه باید در مقابل ایران یک به اصطلاح یک دشمن جدی مردم اسرائیل، این در اذهان مردم اونجا حک شده. یعنی این دولت جمهوری اسلامی رو باید، البته من روش تاکید بکنم، نه مردم ایران، چون به هر حال در گذشته در قبل از انقلاب ایران و اسرائیل دارای روابط معقولی با هم بودن. یعنی درسته که دولت ایران در زمان شاه دولت اسرائیل رو به رسمیت نمیشناخت، ولی به صورت دفکتو میشناخت. ایران در اسرائیل سفارتخونه داشت، اسمش سفارتخونه نبود، همینطور اسرائیل در ایران با هم تجارت میکردن، با هم روابط داشتن. شاید یکی از بزرگترین اشتباهات دولت شاه در اون زمان این بود که موقعی که اسرائیل به وجود آمد، مانند دولت ترکیه که بلافاصله اسرائیل رو به رسمیت شناخت، به لحاظ ملاحظاتی این کار رو نکرد. مخالفت دولت شاه با موجودیت دولت اسرائیل نبود، بلکه با سیاست‌هایی بود که دولت اسرائیل مثلا در قبال فلسطینی‌ها اعمال می‌کرد. دولت ایران در زمان شاه به طور مداوم در سازمان ملل، در کمیته های زیر ربط، به خود به ویژه در کمیته مخصوص سیاسی که مسئله پناهندگان سیاسی رو مورد بررسی قرار میداد، همیشه از رأیش به نفع مردم فلسطین و موضع فلسطینی ها بود. اینو کمتر بهش اشاره میشه، یعنی یه جوری وانمود میشه که انگار خمینی که سر کار اومد، عرفات اومد به ایران و مثلا این آغاز روابط بود. خود دولت شاه در سال 1974 به عرفات پیشنهاد داد که بیاد و در ایران دفتر باز بکنه، دفتر رسمی، و عرفات نکرد به لحاظ اینکه در اون زمان چون اختلافاتی بین دولت ایران و دولت عراق بود و اون اختلافات طوری بود که مثلا حالت جنگ بین اونها وجود داشت، عرفات از ترس اینکه مبادا پولی که از صدام حسین میگیره قطع بشه، این پیشنهاد ایران رو رد کرد. ولی منظور من این هستش که دولت شاه سعی میکرد که یک تعادلی رو تا اون در یک سطحی رعایت بکنه. ولی امروز و دولت جمهوری اسلامی و به خصوص بعد از اینکه احمدی نژاد اومد و صحبت از محو اسرائیل از نقشه جهانی رو این حرف رو مطرح کرد، و فراموش نکنیم خطر تهدید اتمی به اسرائیل رو احمدی نژاد نکرد، اولین کسی که این کار کرد خود هاشمی رفسنجانی بود. و این یه چیزیست که ممکنه که برای ما ایرانی ها فراموش شده باشه، چون امروز مثلا ما موقعی که به هاشمی رو در مقایسه با احمدی نژاد و اینجور افراد نگاه میکنیم، خب بعضی ها ممکنه بهش پوهنه بیشتری بدن، ولی در اذهان کسانی که این خطر رو از زبان یک فرد مسئول در جمهوری اسلامی شنیدن، این فراموش نشده است. و لذا همه اینها جامعه اسرائیل به نوعی علیه جمهوری اسلامی بسیج هست. مسئله ای که روش توافق نیست این هستش که این مخالفت تا چه حد و به چه طریقی باید بیان بشه. آیا باید صرفا در اثر فشار گذاشتن روی جامعه بین‌المللی که تحریم ها بیشتر بشه تا اینکه تغییر رفتار از سوی جمهوری اسلامی حاصل بشه، یا اینکه اون خطر جدی که میتونه موجودیت اسرائیل رو به مخاطره بندازه؟ چون فراموش نکنید از نظر اونها اینا یه مملکتی هستن که 70 سال پیش 6 میلیون 7 میلیون نفر جمعیت خودشون از دست دادن، 6 7 میلیون نفر کلیمی از بین رفتن. اینا آمادگی ندارن که دو مرتبه در اون شرایط قرار بگیرن، و این چیزی که مربوط یه چیز روانی است که مربوط به خود اوناست. هیچ قوم یا مردم یا ملت دیگه‌ای نمیتونن اونجوری فکر بکنن، چون هیچ وقت در اون شرایط نبودن، ولی اونا اینجوری فکر میکنن. ولی علی رغم اون، نسبت به عکس العمل که باید در قبال ایران باشه، توافق وجود نداره.
اگر بخوایم در بخش آخر خیلی کوتاه اشاره‌ای داشته باشیم به موضوع سوریه، در خبرها اومده که یک ناو کماندوی امریکایی به نام ایووژیما به ناو هواپیمابر آیزنهاور در دریای مدیترانه پیوسته و حدود 2500 کماندوی امریکایی رو با خودش به اونجا برده. دیروز هم فرانسه در خبرها اومده که به صورت محرمانه داره کماندوهای خودش رو برای یک عملیات ضربتی آماده میکنه که به سوریه اعزام بکنه. شما تحولات سوریه رو با توجه به این دو خبر در آینده نزدیک به چه شکل بررسی میکنید؟ ببینید، این خب چند روز پیش آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا یک اخطار خیلی علنی و شدید به حافظ اسد، به مثلا به بشار اسد کردند که گفتن که اگر مثلا دولت سوریه بخواد علیه مردم خودش از بمب‌های شیمیایی استفاده بکنه یا سلاح‌های شیمیایی استفاده بکنه که این خط قرمز آمریکا رو رد کردن و عکس‌العمل شدید علیه اونا خواهد بود. البته بلافاصله وزیر خارجه سوریه علناً اعلام کرد که ما دولت سوریه هرگز قصد چنین کاری رو نداره و خواست که این موضوع رو در اصل پاسخ سریع به این بده. ولی تردیدی نیست که یک تاکتیک خیلی میشه گفتش که قوی و جدیدی از سوی غرب برای فشار آوردن روی دولت سوریه در شرایطی که خب این جنگ داخلی همینطور روز به روز میشه گفت شدیدتر میشه، کمتر نشده، دارن میگذارن. و در مذاکراتی هم که پشت پرده بین غربی ها به ویژه آمریکا و روسیه الان جریان داره، این شایعات هست که شاید دولت روسیه بخواد نسبت به میزان کمکی که به دولت بشار اسد میکنه یک تغییراتی بده. فرستادن ناوگان پنجم آمریکا به هر حال در آبهای مدیترانه مستقر هست. فرستادن ایووژیما، اینها یک نوع میشه گفتش که یک نوع فشارهای اضافی دیپلماتیکی است که دارن روی دولت سوریه میارن، مثل فشارهای اضافی دیپلماتیک که روی دولت ایران میذاشتن موقعی که دو تا ناو هواپیمابر با تمام تجهیزاتش و کشتیهایی که همراهش هستن وارد آبهای خلیج فارس میشن. این به خاطر این است که بگن که ما جدی هستیم و فشار اونها رو وادار بکنن که در درون خودشون به واقعا به ابعاد کارهایی که میکنن بیشتر بیاندیشن. ولی مسئله اساسی این هستش که دولت اسد تا زمانی که روسیه و ایران دست از اون کمک‌های میشه گفت اساسی بر ندارند و تا زمانی که دولت سوریه مثلا از سلاح‌های شیمیایی استفاده نکنه، چون لزومی نداره است. اگر دولت اسد بخواد دست به یک کشتار عظیم بزنه، فقط لازمه با نیروی هواییش مثلا شهرهاش رو بمبارون کنه. خب همون اثر رو داره که بخواد نیروی شیمیایی، یعنی لزومی نداره که الزاماً از سلاح‌های شیمیایی استفاده بکنه. ولی اگر دولت ایران و روسیه تغییر بدن در مسیر خودشون، خب این میتونه تعیین کننده باشه. این احتمال امروز بعضیا میگن که احتمالاً روسیه به لحاظ اهرم‌هایی که آمریکا در قبالش داره، اهرم‌هایی که غرب داره، ممکنه در این نوع مذاکرات شرکت بکنه، ولی دولت ایران به هیچ عنوان آمادگی این کار رو نداره، گرچه نفوذ دولت ایران به هر حال خیلی محدودتر از اون چیزی است که مال روسیه است و به خصوص در این شرایط که خود ایران با هزاران مشکلات و معضلات خودش روبروست. ممنون که همراه ما بودید. مرسی که همراه ما بودید. به صفحه فیسبوک ما حتما مراجعه بکنید. ویدیوهای قبلی ما رو اونجا میتونید ببینید. نظراتتون اونجا میتونید با ما در میون بذارید. با ما همراه باشید. تا درود دیگر، بدرود.